کوتاه شمار مذاکرات صلح طالبان و آمریکا چطور شد که فرایند صلح به اینجا رسید؟ زلمه خلیلزاد مهندس موافقتنامه آمریکا و طالبان کیست؟ و قرنطینه شخصی چیست و چه کسانی باید خود را قرنطینه کنند؟ سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. ایالات متحده و طالبان برای پایان دادن به 2 دهه جنگ در افغانستان یک توافقنامه امضا کردند. این توافقنامه که یک لحظه تاریخی برای افغانستان بود، نتیجه 18 ماه مذاکره در قطر بوده و سرآغاز یک سفر طولانی به شمار می رود. اما چطور شد که فرایند صلح به اینجا رسید؟ ضیا شهریار نگاهی کرده به سیر تحولاتی که به امضای توافقنامه انجامید. از جنگ افغانستان بیش از 40 سال می گذرد و پس از آن که آمریکا در سال 2001 به این کشور حمله کرد، این جنگ به طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا نیز تبدیل شد. ائتلاف به رهبری آمریکا رژیم طالبان را در افغانستان سقوط داد، زیرا گروه طالبان به رهبری شبکه القاعده که مسئول حملات مرگبار 11 سپتامبر دانسته می شد پناه داده بود. گروه طالبان در دولت جدیدی که در نشست بن روی آن توافق شد سهم نداشت و در عوض آنها تروریست و جنگجویان دشمن خوانده شدند و بسیارشان کشته و زندانی شدند. برای مدت به نظر می رسید طالبان از بین رفته و افغانستان به ثبات رسیده است، اما در سال 2004 نشانه های واضح از بازگشت طالبان دیده شد و اعضای این گروه علیه دولت جدید و نیروهای خارجی اقدام به شورش کردند. پس از آن اولین تلاش بزرگ برای صلح با طالبان تشکیل شورای عالی صلح در سال 2010 بود. این شورا به رهبری برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان موظف شد تا با طالبان مذاکره کند. برای انجام مذاکرات مستقیم و ایجاد محل ثابت برای مذاکره، دولت قطر در سال 2013 پذیرفت تا میزبان دفتر سیاسی گروه طالبان در دوحه باشد. در میان تلاش‌های پراگنده برای شروع یک روند صلح، جنگ شدت گرفت و طالبان به تدریج کنترل خود را در سراسر افغانستان افزایش دادند. در سال 2018 رئیس جمهور ترامپ که سالهاست می‌خواهد نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کند، زلمه خلیلزاد را به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان منصوب کرد. در طول سال 2019 نمایندگان ایالات متحده تحت ریاست زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان زیر نظر عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه برای چندین دوره در دوحه ملاقات کردند. مهمترین خواست طالبان تعیین جدول زمانی خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان بود و مهمترین خواست آمریکا هم قطع رابطه طالبان با تروریسم بین المللی و گروه‌های شبیه القاعده بود. هیچ چیز مشخص از این مذاکرات حاصل نشد و حملات مرگبار طالبان به صورت گسترده ادامه یافت. در سپتامبر سال 2019 هر دو طرف در آستانه امضای توافقنامه بودند، اما رئیس جمهور ترامپ به طور ناگهانی مذاکرات را در پی یک حمله انتحاری در کابل که باعث کشته شدن یک سرباز آمریکایی شد لغو کرد. پیشرفت اصلی در مذاکرات در فوریه 2020 حاصل شد و مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که توافق جدید با طالبان روی دست است. مراحل بعدی این توافقنامه تاریخی شامل جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی و گفتگوهای بین الافغانی در مورد آینده سیاسی افغانستان است. صلح آرزوی دیرینه مردم افغانستان است، اما شک و تردیدهای زیاد هنوز وجود دارد و نگاه‌ها حالا به سوی مذاکرات بین الافغانی معطوف خواهد بود. ضیا شهریار، بی بی سی. آمریکا پس از حدود 2 دهه سرانجام به حضورش در افغانستان پایان می‌دهد. امضای توافق صلح آمریکا با طالبان بعد از ماه‌ها مذاکره راه را برای پایان جنگ و خشونت و برقراری صلح در افغانستان هموار کرده. اما رسیدن تا اینجای کار هم مستلزم تلاش‌های فشرده دیپلماتیک بوده. تلاشی که رهبری آن را زلمه خلیلزاد به عهده دارد. جزئیات بیشتر از داوود قاری‌زاده. پایان طولانی ترین جنگ آمریکا در جهان و بزرگترین دستاورد سیاست خارجی دونالد ترامپ و تلاش های صلح این دیپلمات کارکشته یا آمریکایی افغان تبار گره خورده.
جنگ 18 ساله ای که جان بیش از 3,500 سرباز آمریکایی و ناتو را گرفته و حدود 900 میلیارد دلار هزینه برداشته. زلمه خلیلزاد نه یک دیپلمات معمولی است و نه هم یک آمریکایی معمولی. او بلند پایه‌ترین مقام مسلمان در آمریکا است که در 4 دهه گذشته در دولت‌های مختلف آمریکا کار کرده. آقای خلیلزاد که متولد شهر مزار شریف در شمال افغانستان است و در خاورمیانه تحصیل کرده، شناخت عمیق از بافت‌های فرهنگی شرقی دارد. او در 2 دهه گذشته به عنوان سفیر آمریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد کار کرد. زلمه خلیلزاد یکی از معماران اصلی افغانستان بعد از طالبان است. در 4 ساله که سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا بود، نقش مهم در تحکیم پایه‌های دولت نوپای افغانستان بازی کرد. با بنبست جنگ با طالبان، آقای خلیلزاد بار دیگر روی صحنه آمد برای انجام یک مأموریت دیپلماتیک پیچیده و پرچالش دیگر. در 1.5 سال گذشته، زلمه خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه دولت دونالد ترامپ برای صلح افغانستان بین واشنگتن، دوحه و کابل در سفر بوده تا یک اجماع سیاسی بین رهبران افغان برای طرح صلح آمریکا با طالبان ایجاد کند. تلاشی که همچنان ادامه دارد و در موارد هم با مخالفت‌های روبرو شده. حتی دولت افغانستان هم به نیت آقای خلیلزاد شک کرد. یک سال پیش مشاور امنیت ملی اشرف غنی در سفر به آمریکا و در یک حمله لفظی شدید آقای خلیلزاد را متهم کرد که او در فکر تشکیل دولت موقت به رهبری خودش است. اتهامی که وزارت خارجه آمریکا آن را رد کرد و در دفاع از عملکرد آقای خلیلزاد گفت که هر گونه حمله به او حمله به وزارت خارجه آمریکا است. آمریکا با موفقیت تلاش‌های صلح آقای خلیلزاد امید بسته. موفقیتی که نه تنها دستاورد بزرگ در سیاست خارجی دونالد ترامپ است، بلکه کارت مهم برای آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا خواهد بود. داوود خاریزاده، بی بی سی. همزمان با مراسم امضای توافقنامه برای آوردن صلح به افغانستان در دوحه قطر، مراسم امضای اعلامیه مشترک ناتو، آمریکا و دولت افغانستان برگزار شد. اگرچه هدف هر دو برنامه پایان دادن به جنگ 40 ساله افغانستان و تجدید تعهد آمریکا به افغانستان است، اما شماری از مردم این کشور نگرانی‌هایی در مورد آینده دارند. نسرین نوا خبرنگار ما در کابل میگوید همه صلح می‌خواهند، اما همه به آینده توافقنامه و خروج نیروهای خارجی خوشبین نیستند. تلاش برای یافتن لقمه‌نانی. حدود 30 سال پیش جنگ جانب برادرش را گرفت. به قدرت رسیدن طالبان مهاجرش کرد. سقوط طالبان دوباره پایش را به کابل کشاند. حالا هم سرنوشتش در دست این رفت و آمد هاست. خط سرخش امنیت و نان. اگر طالبا بیای خدا کنه که مقصد برای مردم زمینه کار مساعد شد، مردم کار کنن. طالبا برادر ماست، دولت هم برادر ماست. ما خوش هستیم مقصد بیاییم برای مردم کار مزنه شد مساعد کنن. از جنگ خسته شده کلگی. تا که جنگ. دغدغه اینها چیزی بیشتر از نان است. دنیای آرزوهایشان بزرگ است. ساخت آینده بهتر و داشتن امکانات مثل همسن و سالانشان در دنیا. حکومت طالبان را ندیدند. از حضور نیروهای خارجی هم دل خوشی ندارند. با وجودشان هم ما صلح و امنیت ندیدیم در کشور خود و اگر خروج هم شود ما خوشبین هستم، چون همه میتونه به خاطر یک صلح پایدار و همچنان امنیت خوب در کشور کشی نمه. ما صلح میخواییم بالاخره به خاطر که نسلای قبل ما درد رنج را که دیدن و ما دیدیم، نمیخواییم که نسلای بعدی ما خورتر از ما ببینن. زنانی که در دوره حکومت طالبان شاهد شلاق خوردن بودند، با رفتنشان چرخ زندگی خود را به حرکت آوردند. حضور جامعه جهانی و قانون افغانستان راهشان را هموار کرده. حالا خواستشان تنها پایان جنگ و آتش بس نیست. جوانای ما را شهید میکنن، بیگناه را میکشن، کسایی را میکشن که چرا در اردو کار میکنن. اگر در اردو کار نکنن خیلی چی کار کنن؟ از وطن خود دفاع نکنن خیلی چی کار کنن؟
که یا میزنن شهید میکنن. حاضر نیستیم نه حاضر نه نه هیچ حاضر نیستیم. هیچ خداوند ناکامشان کنه. در هر برنامه‌ای که دارن خدا ناکامشان. اگر بر صلح میاین بر آرامی میاین خداوند کامیابشان کنه. امید دارم که شاید بانه پیش اگه نمیمان البانه که ما خود ما سرپرست ندارم که کار کنه به من و اولاده ما خود خورده است. اینها نگاهی امروزی تر دارند، آزادی های بیشتر و نقشی پررنگ تر. امضای قرارداد آخر خط نیست. معتقدن داستان تازه شروع شده. امضای تفاهم نامه را پولی می دانند برای دفاع از حقشان در مقابل طالبان. هر چیزی که ما را یک گام پیشتر به طرف آینده بدون جنگ ببره به نظرم برای ما با اهمیت است، ولی بازم میخوام میره تاکید بکنم که کار اصلی ما بعد از امضای این توافقنامه شروع میشه. چرا؟ چون یک رسمیاتی است که بین گروه طالبا و آمریکایی‌ها انجام میشه و بعد از او ما مردم افغانستان هستیم که را تعیین میکنیم که در آینده چطور میخوایم باشیم. این توافق برای بسیاری مردم گنگست و ابهام‌آمیز. اگر این توافقنامه صورت بگیره تقریبا اگر خونریزی ها کمک کاش پیدا کنه منتها دیگه گپا خواهم سر جا خواست. و اگر این توافقی که میخواین اینا امضا میکنن نیار خارجی برای این از افغانستان، اگر امنیت ما رو تامین میکنن خوب، اگر نمیکنن با معنی بگیست که غیر مسئولان هست دیگه. اگر برای واقعا امضای توافقنامه خروج نیروهای آمریکایی و آغاز مذاکرات بین طالبان و دولت را در پی دارد. آمریکا گفته بود حضور و خروجش مشروط است. با امضای توافقنامه در 4 ماه آینده 4000 سرباز آمریکایی خارج خواهند شد. 8600 دیگر طی 2 سال آینده. برای مردم افغانستان صلح و امنیت یک آرزوست. پس از 40 سال مشخص نیست که آینده چگونه خواهد بود. اگر تغییر کند به چه قیمتی؟ گذشت زمان مشخص خواهد کرد که تصویر پس از توافق رنگین تر خواهد شد یا تارتر. نسرین نوا، BBC، کابل. BBC به شواهدی دست یافته که نشان می‌دهد در موج خشونت‌های اخیر در هند، پلیس در کنار هندوها به مسلمانان حمله می‌کرده. شمار جانباختگان خشونت‌های هفته پیش در هند به 46 نفر رسیده. مرگبارترین درگیری‌ها در 3 دهه گذشته که در اعتراض به قانون جدید شهروندی شروع شد. اتهام همدستی پلیس با هندوها فشارها را بر دولت ملی‌گرای هند افزایش داده. ایران هم حوادث هند را محکوم کرده و آن را آدمکشی بی‌معنا نامیده. در واکنش وزارت خارجه هند سفیر ایران در دهلی را احضار کرده. جزئیات بیشتر از باران عباسی. قرار است حافظ جان همه مردم هند باشند، اما در این تصاویر پلیس در کنار هندوها به مسلمانان سنگ پرتاب می کند. حمایت نیروهای امنیتی از یک طرف درگیری هایی که ظرف چند روز نزدیک به 50 کشته به جا گذاشته. سنگ هم آورده بودیم، برای همین پلیس برامون سنگ آورد و گفت پرتابشون کنیم. کمیان طرفتر خانه سوخته یک مسلمان دیگر. با چشمای خودم پلیسا رو دیدم که با شورشی ها بودن. خونه ها رو جلوی چشم پلیس آتیش زدن. هرچند که خشونت ها از میان هندوها هم قربانی گرفته، بیشتر جانباختگان مسلمانند. درگیری هایی که در اعتراض به قانون جدید شهروندی شروع شد. قانونی که به مهاجران غیرقانونی از کشورهای همسایه حق شهروندی می دهد، اما شامل مسلمانان نمی شود. فیضان 23 ساله یکی دیگر از مسلمانانی است که زیر ضربه های باتوم و لگت های پلیس جان خود را از دست داد. این تصاویری است که کمی پیش از مرگ او ضبط شده. بیهوش در کنار چند نفر دیگر روی زمین افتاده. مجبورشان می‌کنند سرود ملی کشورشان را بخوانند تا هندی بودنشان را ثابت کنند. وحشت درگیری‌ها در بسیاری از خانه‌ها جایش را به سوگواری داده. اینجا مراسم ختم اشتیاق است. مسلمان 27 ساله و پدر 2 فرزند. مادرش فریاد می‌زند برای آخرین بار چشمهایت را باز کن.
شاهدان میگویند در روز روشن هدف گلوله قرار گرفت. نمیدونیم گلوله به کجاش خورده. از همه طرف صدای تیر میومد. پلیس به ما کمک نمیکرد. خودشون همراه جمعیت شده بودند. پلیس دهلی به این اتهامات پاسخی نداده. دولت هند تبعیض علیه مسلمانان را رد می کند و می گوید که هند را متعلق به همه ی هندی ها می داند. با این حال عملکرد دولت دهلی روابط با ایران را تحت تاثیر قرار داده. وزارت خارجه هند سفیر ایران را احضار کرده. در اعتراض به این توییت وزیر خارجه ایران، ایران موج خشونت سازمانی یافته علیه مسلمانان هند را محکوم می کند. ایران و هند قرنها دوست یکدیگر بودند. از مقامات هند می خواهیم رفاه همه هندی ها را تضمین کنند و اجازه ندهند این آدم کشی بی معنا ادامه یابد. راه پیشرفت گفتگوی صلح‌آمیز و حاکمیت قانون است. برای کسانی که عزیزانشان را از دست دادن، اما این سخنان کمی دیر است. در دهلی، در خانه و خیابان، حس ناامنی بین مسلمانان. در کشوری تحت حاکمیت حزبی ملی‌گرا با فضایی مملو از برتری دادن به هندوها. باران عباسی، بی بی سی. سه‌شنبه گذشته در آمریکا سه‌شنبه بزرگ بود، روزی که در 14 ایالت انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها برگزار شد. جو بایدن و برنی سندرز در این انتخابات پیشتاز بودند و به نظر می‌رسد که عملاً رقابت دموکرات‌ها حالا بین این دو نفر باشد. جزئیات بیشتر در گزارش سام فرزانه از واشنگتن. سه‌شنبه بزرگ دموکرات‌ها به محدود شدن میدان رقابت برای کسب نامزدی حزب در انتخابات ریاست جمهوری منجر شد. 5 نفر در 14 ایالت رقابت کردند و حاصل رقابتشان درخشش این دو نفر بود. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا، و سناتور برنی سندرز. آقای بایدن توانست با پیروزی در اکثر ایالت‌ها شب بزرگی برای خود رقم بزند. او حالا بیش از قبل خود را رقیب دونالد ترامپ می‌داند. ترامپ بر آتش نفرت دمید و بین ما تفرقه انداخت. آنطور که او درباره آدم‌ها صحبت می‌کند و به آنها توهین می‌کند، نشان می‌دهد که هیچ حس همدردی و دلسوزی ندارد. به ارزش‌های این کشور هیچ احترامی نمی‌گذارد. او صداقت، نزاکت و احترام را نشانه ای از ضعف می‌داند. هیچ اعتمادی ندارد که ما چراغ راهنمای دنیا هستیم و بخشی از یک کل بزرگتر. پیروزی چند روز پیش در انتخابات ایالت کارولینای جنوبی جان تازه‌ای به کارزار آقای بایدن داد. سه نفر از رقبای سابقش از او حمایت کردند و از هوادارانشان هم خواستند که به آقای بایدن رأی دهند. Ladies and gentlemen, the next president of the United States, Bernie Sanders. سناتور سندرز گرچه در تعداد کمتری ایالت پیروز شده، اما در مجموع امتیازها به نظر می‌رسد که در رقابتی تنگاتنگ با آقای بایدن است. رقابتی که او رقابت حاشیه رانده ها و متنفس ها می خواند. ما فقط دنبال نفوذ سرمایه‌داران بزرگ نیستیم. ما دنبال قطع نفوذ بزرگان حزبی هم هستیم. ما میبریم. برای اینکه مردم میدونن این کارزار و جنبش ماست که بهتر از بقیه میتونه ترامپ رو شکست بده. آقای سندرز امیدوار بود با پیروزی چشمگیر در سه‌شنبه بزرگ بتواند فاصله خود با رقبا را بیشتر کند. رقابت اینجا بر سر کسب 1991 امتیاز از انتخابات مقدماتی در ایالت‌های مختلف است تا آن فرد نامزد حزب دموکرات در انتخابات شود، حزبی که برای شکست دونالد ترامپ دو راه پیش رو دارد: راه سناتور سندرز با سیاست‌های چپگرایانه یا راه جو بایدن و سیاست‌های میانه رو. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن.
با افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا و توصیه دولت‌ها به قرنطینه شخصی، سوالات زیادی در این مورد مطرح شده. آناهیتا شمس در این گزارش توضیح می‌دهد در قرنطینه شخصی چه نکاتی را باید رعایت کنیم، چه کسانی باید خود را قرنطینه کنند و چگونه می‌توان موفقیتش را تضمین کرد. در قرنطینه موندن برای 2 هفته در واقع از آلوده شدن افراد مسن‌تر یا کسایی که دچار مشکلات جسمی دیگه هستن جلوگیری میکنه و در نهایت جلوی انتشار این ویروس رو میگیره. کسانی که مشکوک به این بیماری هستن و یا از سفر از شهرها و کشورهایی میان که درشون شمار مبتلایان به این ویروس بیشتر بوده، حتما باید خودشون رو برای 2 هفته قرنطینه کنن. اگه بهتون گفته شده باید خودتون رو قرنطینه کنید، یعنی باید در خونه بمونید، سر کار نرید، مدرسه، دانشگاه و به هیچ مکان عمومی نباید برید. هیچ کس هم نباید به دیدنتون بیاد. اگه توی خونه تنها زندگی نمی کنید، باید در اتاقی بمونید که تهویه هواش خوبه و سعی کنید همیشه در اتاق رو بسته نگه دارید. اگه سرویس بهداشتی خونه رو باید با دیگران مشترکاً استفاده کنید، سعی کنید آخرین نفری باشین که از سرویس بهداشتی استفاده می کنه. و حتماً حله و تمام وسایل بهداشتیتون رو هم از دیگران جدا کنین. آشغالاتون مثل دستمالها، ماسکتون و دستکشاتون رو توی 2 کیسه تو در تو بذارید و درش رو محکم گره بزنید. اگه تنها زندگی میکنید، سعی کنید وسایل مورد نیازتون رو تا اونجایی که میشه آنلاین تهیه کنید یا از دوستا و آشناهاتون بخواید بهتون کمک کنن، براتون خرید کنن و بذارن پشت در خونتون تا بعد شما اونها رو بردارید. اگه هم در خونه با دیگران زندگی میکنید، باید غذا رو براتون بذارن پشت در و بعد شما اون رو بردارید. رعایت بهداشت، شستن دستا و در قرنطینه موندن مسئولیت شخصی هر کدوم از ماست که میتونه از انتشار سریع ویروس کرونا جلوگیری کنه. در شهر دوشنبه نمایش مد چکن برگزار شده که در آن یک طراح تاجیک 5 مجموعه از لباس‌های خود را معرفی کرده. بیشتر کارهای خورشید ستاروف به گلدوزی چکن اختصاص دارند که تا حالا در چندین کشور جهان به نمایش درآمده. اواخر سال 2018 یونسکو با پیشنهاد تاجیکستان چکن را به عنوان میراث معنوی جهانی به ثبت رسانده بود. خبرنگارمان سهراب ضیا از نمایش مد چکن بازدید کرده. چکن یعنی گلدوزی در روی پارچه. در فرهنگ های فارسی در شکل چکین و به معنای گلدوزی آمده. چکن شیوه مخصوصی گلدوزی در جنوبی تاجیکستان است که در رشت و درواز این کشور هم معروف است. در نمایش مودی چکن 500 کار خورشید ستاروف معرفی شد. بخشی از کارهای این طراح تاجیک در هفته های مودی چندین کشوری خارجی نمایش داده شده. اما برای نخستین بار است که او همه لباس های چکنش را در تاجیکستان به نمایش می گذارد. به بهانه 20 سالگرد آغاز فعالیتی طراحیش. دانستن تاریخ تمدن برای من خیلی مهم است و من به خاطر تاریخ و تمدن خودم را در جهان معرفی کردن، چون تنها با واسطه فرهنگ، زیبایی و ببینید که در یک لباس چکن تمام رنگ های زیبای طبیعت استفاده می شود، با نور چشم آماده می شود و حتما یکون نفری را بی‌طرف نمی گذارد وقتی که در صحنه کلان لباس های چکن می براید. توجه به چکن در دوران استقلال تاجیکستان زیاد شد. تاجیک ها چکن را با عنوان میراث معنوی جهانی به یونسکو پیشنهاد کردند و این سازمان 1 سال و 3 ماه پیش آن را به ثبت رساند. تقریبا همه طراحان تاجیک در کارهایشان به گلدوزی چکن رو آوردند، اما در میان آنها بیشتر از دیگران خورشید ستاروف برای احیا و گسترش این هنر قدیمی نیاکانش تلاش می‌ورزد. شهرت این کارهای او به بیرون از مرزهای تاجیکستان
تا به پاریس و روم رسیده. واقعا او کوشش کرده است که هم شیوه و اسلوبی چکندوزی رو با سبک امروزه مطابق گرداند، هم نمونه های نقش و نگار هایی که در منطقه های گوناگون تاجیکستان رایج هستند آنها را گردآوری کرده در انمی لباس های خود در هر کجا جای کند. و واقعا میبینیم که هم نوآوری هست هم انعنه، یعنی یک نوع سینتز، یک نوع آمیختگی به وجود آمده است که همه رو مفتون میکند. واقعا هم زیبا است. در میان مسئولان نمایندگی ها و سفرای خارجی، علاقمندان کارهای خورشید ستاروف کم نیستند. در نمایش مودی چکن، سفیر فرانسه در تاجیکستان با پیرهن حاضر شده بود که کار خورشید است. بسیاری از خواننده های زن تاجیک در تهیه لباس هایشان با این طراح همکاری میکنند. خورشید ستاروف خود پیشبری هنری گلدوزی مردم تاجیک است. همیشه با لباس های ملی همه هنرمندان تاجیک را تامین میکنند. چکن اصلا لباسی زنان و دختران تاجیک است و بیشتر در جشن و مراسم و عروسی ها ببر کرده می شود. در نمایش مودی چکن خورشید ستاروف کت و بالا پوش های هم معرفی شدند که او برای جوانان و مردها تهیه کرده. خورشید ستاروف یکی از ویژگی های فعالیت 20 سالش را ایجاد اشتغال و تأمین معاش 300 زنی خاندار تاجیک می داند. زنانی که هنر چکندوزی خود را از سینه به سینه و از نسل به نسل به میراث می گذارند تا این هنر قدیمه از بین نرود. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. ممنون که با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، بدرود.